چهارمین روز بهمن ماه برابر با 24 ژانویه سال 1237 خورشیدی برابر با 1859 میلادی، حفر اولین چاه نفت جهان در ایالت پنسیلوانیای آمریکا. تا قبل از حفر نخستین چاه نفتی به کمک وسایل جدید حفاری، این ماده مهم فقط از چشمه‌های سطحی نفت یا چاه‌های کم عمق که به وسیله دست حفر می‌شد استخراج می‌گردید و موارد استفاده از نفت خام نیز محدود بود. سرانجام برای اولین بار یک چاه که به منظور استخراج نفت حفر شده بود به طور محدود به نفت رسید و بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این ماده حیاتی از اعماق زمین بیرون آورده شد. این چاه توسط ادوین لورنتین دریک در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر گردید. سال 1343 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، درگذشت وینستون چرچیل، سیاستمدار و نخست وزیر پیشین انگلستان. سر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل، سیاستمدار معروف و نخست وزیر انگلستان در دوران جنگ جهانی دوم. او در لندن به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات خود وارد ارتش گردید. چرچیل از سوی محافظه‌کاران به نمایندگی مجلس انگلستان انتخاب شد و کمی بعد به مقام دبیر دولت انگلیس و مستعمرات این کشور دست یافت. چرچیل بعدها به عنوان نماینده پارلمان از سوی لیبرال ها وارد مجلس شد و سپس به سمت رئیس دفتر برنامه ریزی تجاری و نیز به عنوان وزیر کشور و اولین لرد دریاداری مشغول به کار گردید. وی در این پست به اصلاحات وسیع در امور دریاداری انگلستان پرداخت، ولی به واسطه بعضی اتهامات در مورد سهل‌انگاری در جنگ جهانی اول استعفا کرد. چرچیل کمی بعد به کابینه فراخوانده شد و بار دیگر به مجلس انگلستان راه یافت. او در خلال سالهای جنگ جهانی دوم ابتدا به دریا سالاری و سپس به نخست وزیری دولت ائتلافی انگلستان رسید. وی در جریان جنگ جهانی دوم توانست انگلستان را از یک سو به اروپای غربی و از جانب دیگر به آمریکا نزدیک سازد. چرچیل که در بدترین روزهای تاریخ حیات انگلستان رهبری این کشور را بر عهده داشت، با شکست محافظه‌کاران به حزب لیبرال که به رهبری وی در جنگ جهانی خوشبین بودند پیوست و از جانب آنان وارد مجلس شد و پست نخست وزیری را بار دیگر به دست گرفت. با وجود این، در نخستین انتخابات عمومی انگلستان که پس از شکست آلمان برگزار شد، اکثریت مردم انگلستان به چرچیل رأی ندادند و او در حالی که به همراه سران متفقین در کنفرانس پوتسدام حضور داشت، علی‌رغم همه خدماتی که در زمان جنگ به ملت انگلیس کرده بود، از کار کناره گرفت. کمی بعد چرچیل یک بار دیگر به نخست وزیری رسید و توانست حکومت حزب مطبوعش یعنی حزب محافظه‌کار را برای مدتی طولانی در انگلستان تثبیت سازد. چرچیل را باید از معماران اصلی سیاست بین المللی انگلستان در یک قرن اخیر دانست.